درگریختن رستگاری نیست. بمان و چیزی از خودت بساز که نشکند. سلام و درودی دوباره دارم به شما عزیزانم. امیدوارم خوب، خوش، سلامت باشید. امروز هم با برنامه رنگ زندگی مهمان خانه های شما هستیم. قراره در رابطه با دو تا بیماری مهم و شایع صحبت کنیم. بعد در رابطه با انواع چای ها صحبت خواهیم کرد و تفاوت های اونها رو به شما میگیم. و در رابطه با نقش ژن در بی‌علاقگی به درس و مدرسه صحبت خواهیم کرد. و در آخر هم به اون دسته از خانم هایی که بیش از اندازه از مژه های مصنوعی استفاده میکنن و یا کاشت مژه انجام میدن بهشون بگیم که این کار میتونه چه خطراتی برای سلامت چشمشون داشته باشه و البته مژه های طبیعیشون. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. با انواع چای ها صحبت کنیم، چون چای های متفاوتی در بازار وجود داره و هر کدوم طرفدارای خاص خودشو داره. منشأ همگی چای ها برمیگرده به گیاه چای و با توجه به درجه تخمیری که بر روی گیاه چای صورت میگیره، چای ها به انواع مختلفی طبقه بندی میشن. بیشترین درجه تخمیر رو چای سیاه به خودش اختصاص میده و کمترین درجه تخمیر رو چای سبز و چای سفید در واقع جوانه های گیاه چای هستن. با توجه به تخمیری که بر روی چای ها قرار میگیره، ترکیبات اونها متفاوت میشه. برای همین مقدار کافئین بیشتری در چای سیاه نسبت به چای سبز و چای سفید وجود داره. برخلاف تصور مردم که فکر میکنن همه چای ها باید با آب جوش دم بشه، امروز ما میخوایم بهتون بگیم که چای سفید و چای سبز جز اون دست چای هایی هستن که باید با آبی دم بشن که دمای اون بین 75 تا 85 درجه سانتیگراد باشه. مسئله دومی که برخی از مردم فکر میکنن چای سبز نسبت به چای سیاه ارجحیت داره، امروز ما میخوایم بهتون بگیم که چای سیاه دارای خواص آنتی اکسیدانی زیادیه و همچنین ضد سرطان هم هست. و در آخر هم بهتون میگیم که از نظر دارویی چای سفید و سبز وابستگی کمتری برای آدم ها به وجود میاره، چون مقدار کافئین موجود در اون کمتره. پس خیلی مهمه که در مصرف چای ها تنوع داشته باشیم. یه سر به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. اما رسیدیم به نقش ژن در بی‌علاقگی به درس و مدرسه. محققان دریافتن همیشه بی توجهی به درس و مدرسه از سر تنبلی نیست، بلکه در اثر وجود ژنیه که کودکان از والدین خودشون به ارث می بردن. نتیجه این مطالعات برای محققانی که عوامل محیطی مثل خونه، معلمان و محیط مدرسه رو علت اصلی بی توجهی و بی علاقگی کودکان به درس و مدرسه می دونستن بسیار تعجب آور بوده، چون عوامل مهمی مثل عوامل محیطی کمترین تأثیر و ژنتیک بیشترین تأثیر رو داشته. به گفته دستیار نویسنده این پژوهش، داده ها از کشورهای مختلف بوده و از سیستم آموزشی مختلف و فرهنگ های مختلف بوده و این داده ها صدق میکنه که والدین قبل از اینکه بیان معلمان و کودکان رو مقصر اصلی بی‌توجهی به درس و مدرسه بدونن، بهتر اول کمی فکر کنن، شاید هیچ کدوم از اونها مقصر نباشن. نتایج این پژوهش در مجله تفاوت‌های شخصی و شخصیتی هم به چاپ رسیده. با ما باشید، برمیگردیم. در اول برنامه گفتیم امروز قرار در رابطه با دو تا بیماری مهم و شایع صحبت کنیم. در این بخش در رابطه با دیابت صحبت خواهیم کرد، چون بسیاری از افراد دیابت رو به موریانه تشبیه کردن که در سکوت و آهستگی بدن رو نابود میکنه. دیابت میتونه باعث بسیاری از بیماری ها مثل فشار خون، کلسترول خون، آسیب های کلیوی، آسیب های عصبی که میتونه باعث از دست دادن اندام بشه، آب مروارید و همچنین میتونه منجر به نابینایی بشه و میتونه باعث بشه که توانایی بدن برای مبارزه با التهاب و عفونت رو کاهش بده و مشکلاتی در دوران بارداری ایجاد بکنه. اما ما امروز میخوایم چند عارضه غیر منتظره دیابت رو به شما عزیزان معرفی کنیم. اولین عارضه
در افرادی که دارای دیابت نوع دوم هستن، این افراد دچار مشکلات لثه مثل عفونت لثه میشن و عمل جویدن و غذا خوردن برای اونها مشکل میشه. بررسی های جدید نشون داده بیماری های لثه هم میتونه افراد رو مبتلا به دیابت کنه. پس مسواک زدن دقیق، استفاده از نخ دندان و دهانشویی باید جدی تلقی بشه. مشکل دوم، 75% مردان مبتلا به دیابت دچار کاهش هورمون تستوسترون میشن و با مشکلات جنسی مواجه میشن. این مشکل در مردان چاق شایع تره. زنان مبتلا به دیابت هم با کاهش میل جنسی مواجه میشن و این مشکل در دوران بارداری و بعد از زایمان میتونه افزایش پیدا کنه. مشکل بعدی، مشکلی که در شنوایی ایجاد میشه و میتونه باعث از دست دادن شنوایی بشه به دلیل مشکلاتی که و آسیب‌هایی که به عروق خونی داخل گوش وارد میشه. پس خیلی مهمه که نسبت به قند خونمون دقیق و حساس بشیم. حتی دیابت میتونه مشکلات پوستی ایجاد کنه و باعث عفونت‌های باکتریایی مثل عفونت قارچی و خارش بشه. پس یادتون باشه کنترل قند خونتون یکی از موارد مهمیه که باید نسبت به اون حساس باشیم. قبل از اینکه بریم بیماری دوم رو بررسی کنیم، یه میان برنامه با هم می‌بینیم و برمیگردیم. همه خانم ها داشتن موجه های بلنده و برای رسیدن به این آرزو دست به هر کاری میزنن، مثل استفاده روزانه موجه های مصنوعی تا کاشت موجه مصنوعی. اما محققان هشدار دادن استفاده روزانه موجه مصنوعی و کاشت موجه میتونه سلامت چشم رو به خطر بندازه و امروز ما سه خطر ناشی از این لوازم آرایشی رو به شما عزیزان معرفی میکنیم. اولین خطر ریزش موجه های طبیعیه به خاطر وزنی که این موجه ها دارن. خطر دوم عفونت چشم و آلرژیکه به خاطر چسبی که برای چسبوندن این موجه ها استفاده میشه. به خصوص چسب هایی که حاوی فرمالوئید هستن میتونن ایجاد آلرژیک در چشم کنن. و گفته شده باکتری ها و میکروب هایی میتونن در گوشه این موجه ها جمع بشن و وارد چشم بشن و باعث عفونت چشمی بشه. پس برای اینکه سلامت چشمتون رو حفظ کنید و البته موجه های طبیعی خودتون رو داشته باشید، استفاده از موجه مصنوعی و کاشت موجه رو فقط بیایم به مراسم خاص اختصاص بدیم و بعد از استفاده از اون کاملا آرایش چشم رو پاک کنیم، چون مواد شیمیایی که در لوازم آرایشی وجود داره به سلامت چشم و پوست رحم نمی کنه. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم. بیماری دومی که امروز میخوایم در رابطه با اون صحبت کنیم کمکاری تیروئیده. کمکاری تیروئید یعنی کاهش فعالیت غده تیروئید که در نتیجه باعث کاهش تولید هورمون‌های تیروئیدی میشه. غده تیروئید غده پروانه شکلیه که در جلوی گردن وجود داره و تقریبا تمامی فرایندهای متابولیک تحت تاثیر هورمون‌های تیروئیدی هستن. کمکاری تیروئید میتونه در زنان و در مردان و در هر سنی ایجاد بشه، ولی گفته شده بیشتر در زنان میانسال شایع است. از علائم شایع کمکاری تیروئید میتونیم به درد قفسه سینه، کمخونی، خشن شدن مو و رشد کند مو، تجمع مایعات در بدن و مخصوصا در اطراف چشم و افتادگی پلک‌ها اشاره کنیم. عوامل بسیاری میتونن باعث کمکاری تیروئید بشن، مثل استفاده از داروهای مثل لیتیوم، کمبود یود در رژیم غذایی، کاهش فعالیت غده هیپوفیز و همچنین جراحی پرکاری تیروئید. اما شاید براتون جای سوال باشه چطور میتونید از کمکاری تیروئید جلوگیری بکنید؟ گفته شده راه خاصی برای پیشگیری اولیه کمکاری تیروئید وجود نداره و بعد از جراحی و تخریب اون بر اثر اشعه درمانی، هورمون تیروئید تا آخر عمر باید به صورت قرص دریافت بشه. یه بخش کوتاهی رو با هم می‌بینیم و برمیگردیم.
اینجا به پایان رسید. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. راه‌های ارتباطی ما صفحه فیسبوک، وبسایت و همچنین اینستاگرام و تلگرام شبکه جهانی دریملنده. و فراموش نکنید که ما همچنان منتظر انتقادات و پیشنهادات خوب و سازنده شما بر روی راه‌های ارتباطیمون هستیم. میگن زندگی مثل آینه است. به رویت لبخند خواهد زد اگر به رویش لبخند بزنی. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.